San la muerte, espíritu esquelético, poderosísimo y fuerte por demás, como de un Sansón es tu majestad, indispensable en el momento de peligro, yo te invoco, seguro de tu bondad. قاتلان زنجیره‌ای همیشه کابوس شهرها و حتی کشورهای مختلف بودن. انگیزه این قاتل‌ها مختلف و متفاوته، اما معمولاً توی چند تا دسته خاص میتونن جا بشن. ولی این میون قاتلی که برای ادای نذر به اون چیزی که میپرسته انسان‌های بیگناه رو بکشه، احتمالاً شنیدنش براتون خیلی عجیب و غریب باشه. با من همراه باشید تا جزئیات پرونده امروز رو که اولین پرونده آرژانتینی کانال هستش رو با هم بررسی کنیم. سلام، علی هستم. به کانال سکوت خوش آمدید. ساعت 2 بامداد روز 11 آوریل سال 2010، پلیس منطقه پالرمو در بوئنس آیرس، پایتخت کشور آرژانتین، گزارش حمله مسلحانه‌ای به یک رهگذر دوچرخه سوار را دریافت کرد. وقتی مامورهای پلیس به محل گزارش شده رسیدند، مرد جوانی را دیدند که توسط گلوله‌ای که به سینه‌اش شلیک شده بود، به قتل رسیده بود. از زمان مرگ اون مرد حدود یک ساعتی میگذشت و این برای رسیدن پلیس توی آرژانتین یک زمان عادی و حتی نسبتاً سریع بود. اهالی محله شاهد این اتفاق بودن و میگفتن که مقتول سوار بر دوچرخش داشت از خیابون میگذشت که با عده‌ای از اراذل اوباش روبرو شده بود. اونا که 10-11 نفری میشدن میخواستن اموال اون رو بدزدن. مقتول هم در برابر این خواسته اونا مقاومتی نکرده بود، اما خب در لحظه آخر وقتی که اونا میخواستن دارویی که اون همراهش بود رو ازش بگیرن، با مقاومتش روبرو شدن. توی این لحظات بودش که اون زورگیرها همه با هم سر اون جوان بخت برگشته ریختن و بعد از کلی کتک زدنش در نهایت از رئیسشون خواسته بودن که به اون شلیک کنه. رئیس اون گروه یک جوان 22 ساله بودش. اون جلو رفته بود و بعد از گذاشتن تفنگ روی سینه قربانی به اون شلیک کرده بود. جدا از همسایه ها که شاهد این ماجرا بودن، شخصی هم تونسته بود این درگیری رو با دوربین موبایلش ضبط کنه. مقتول رودگیرو اوزکارا دانشجوی 27 ساله دانشگاه بوئنس آیرس بود. اون معتاد به مواد مخدر بود و با پدرش توی پالرمو زندگی میکرد. رودریگو تنها 2 ماه قبل از مرگش از مکزیک به آرژانتین اومده بود و تلاش داشت با ترک اعتیاد یک زندگی جدید برای خودش شروع کنه که زمان این فرصت رو بهش نداده بود. داروهایی هم که رودریگو جونش رو به خاطر اونا به فنا داد مربوط به ترک اعتیادش بودن. به هر حال زورگیرها بعد از قتل اون دوچرخه و تلفن همراه اون رو دزدیدن و از محل حادثه متواری شدن. 4 ماه بعد در 8 آگوست سال 2010 زنگ خونه پسر جوانی به نام خورخه هکتور مانسیلا زده میشه. اون پسر از جاش بلند میشه و مثل همیشه میره درو باز کنه، اما خب در یک لحظه قبل از این که بتونه واکنشی از خودش نشون بده به سمت شلیک شده بود و اون روی زمین افتاده بود. پلیس وقتی میرسه خورخه از دنیا رفته بود و ظاهراً قاتل هم کسی بود که زیاد توجهی به اطرافش نداشت، چون این بار هم تعداد زیادی شاهد ماجرا رو دیده بودن و حتی تونسته بودن اون رو شناسایی کنن. قاتل همخونه سابق مقتول پسری جوان به نام مارسلو آنتلو بود. مارسلو 22 ساله بود که معتاد بود و به خاطر همین اعتیادش چند وقت پیش خورخه اون رو از خونش بیرون کرده بود و به نظر می رسید که آنتلو برای انتقام اون رو کشته بود. به هر صورت پلیس اسم مارسلو آنتلو رو توی لیست افراد تحت تعقیب قرار میده و تحقیقات برای پیدا کردن اون شروع میشه. تنها چند ساعت بعد از این حمله بودش که آنتلو به یک مکانیکی میره، جایی که یکی از همخونه های قدیمیش به نام ماریو کویرو اونجا کار میکرد. اون به ماریو 4 بار شلیک کرده بود، اما در نهایت اسلحه‌اش گیر کرده بود و کویرو فرصت پیدا کرده بود که فرار کنه.
در حقیقت مارسلو اونجا رفته بود تا طلب یکی از دوستان دیگرش رو از ماریو بگیره، اما ماریو بهش گفته بود که پول رو فقط به صاحب پول میده. خلاصه بعد از این تیراندازی و تهدید، همسر ماریو به مارسلو مقداری پول میده و از اون میخواد که از اونجا بره، ولی مارسلو قبل از رفتنش تهدید کرده بود که اگر یک بار دیگه ماریو رو ببینه حتما اون رو میکشه. پلیس هنوز دنبال اطلاعات بیشتر در مورد مارسلو آنتلو بود که یک هفته بعد در 15 آگست اون دو تا دیگه از دوستای خودش رو به نام پابلو زانوک و مارسلو کابر رو هم با شلیک گلوله به قتل رسوند. اون در مجموع 9 بار به صورت اونا شلیک کرده بود. خیلی زود اخبار قتل‌های این جوان 22 ساله که آدم‌ها رو توی زورگیری به قتل می‌رسوند توی شهر پخش شد. پلیس‌ها تلاش زیادی برای پیدا کردن سرنخ‌های از مارسلو آنتلو کردند تا اینکه در نهایت یک تیم گشتی پلیس وقتی که اون داشت توی خیابون قدم می‌زد بهش مشکوک شدن و شناختنش. پلیس‌ها اون رو بازرسی کردن و دیدن که مارسلو همون اسلحه‌ای که باهاش مقتول‌ها کشته شده بودن همراهش بود. اون اسلحه در اصل یک تفنگ 9 میلیمتری برای یک افسر پلیس بود که در گذشته دزدیده شده بود. آنتلو یک شخص سابقه دار و خلافکار بود. اون در سال 1988 در بوینس آیرس به دنیا اومده بود. مارسلو توی یک خانواده از هم پاشیده بزرگ شد. مادرش الکلی بود و پدرش هم معتاد به مواد مخدر. خودش هم از بچگی به خمیر کوکائین اعتیاد پیدا کرده بود و برای همین بودش که اون از همون دوران بچگی کسی رو نداشت که ازش مراقبت و نگهداری کنه. مارسلو بعدها وقتی از خونه خودشون بیرون میزنه پیش یکی از عموهاش میره، عمویی که اون رو خیلی دوست داشت و حتی از پدرش بیشتر حواسش بهش بود. اما مدتی بعد عموش توی یک زورگیری توسط یک فرد ناشناس با چاقو مجروح شد و کشته شد و این اتفاق باعث شدش که مارسلو آنتلو باز هم تنها بشه. اون از 17 تا 19 سالگی بارها سعی کرده بود که اعتیادش رو کنار بگذاره، اما موفق نشده بود. مارسلو توی 20 سالگی توی خونه دوست دخترش زندگی میکرد، دختری که از اون حامله بود، اما به خاطر اعتیاد سنگین مارسلو در نهایت مجبور شده بود که اون رو از خونش بیرون کنه. آنتلو که بی خانمان و منزوی شده بود توی یکی از پرسه‌زنی‌هاش جذب کلیسا میشه. اون سعی میکنه برای تمام کردن اعتیادش کارهای مذهبی بکنه، اما باز هم به نتیجه نرسیده بود. چند وقتی به این شکل میگذره تا اینکه آنتلو یک روز با فروشنده های مواد مخدر درگیر میشه و توی درگیری با شلیک گلوله‌ای که بهش شده بود یکی از کلیه هاش رو از دست میده. اون مدتی قبل از اولین قتلش موقعی که میخواست دزدی کنه به پاهای شخصی به نام دیاز شلیک کرده بود و بعد از اینکه دستگیر شد به جرم سرقت و اقدام به قتل به زندان افتاد، اما خب معلوم نشد که چرا و چطور خیلی زود آزاد شد. اما جالبه براتون بگم که آنتلو وقتی دوباره به خاطر قتل‌هایی که مرتکب شده بود دستگیر شد ادعا کرد که بیگناهه، چون اون فقط به خاطر کلیسا نذر کرده بود که هر هفته یک نفر رو بکشه و پول مواد مخدر و خورد و خوراکش رو از جیب قربانیاش برداره. خب شاید از خودتون بپرسید که این چه جور نذریه، اینطوری که همه پول برای خود اون میموند و چیزی برای کلیسا و خداش نمیموند. و باید گفت که آنتلو بلد بود اینطوری نذر کنه و بیشتر از این بلد نبود. آنتلو متهم به قتل چند نفر دیگه به نامهای سانتوس وارگاس، پابلو ویلا و شخصی ملقب به ال دیابلو شد. اما مشکل این بود که مدرک قدرتمندی برای اثبات دخالت اون در قتل این افراد وجود نداشت. جلسات محاکمه آنتلو در 6 آگست سال 2012 شروع شد. داخل دادگاه اعضای خانواده قربانی‌ها حضور داشتند و بیرون توی خیابون‌ها هم تعداد زیادی از مردم عادی علیه آنتلو شعار می‌دادند و از دادگاه برای اون تقاضای اعدام داشتند. اما آنتلو توی جلسه دادگاه همه اعتراف‌های قبلی خودش رو رد کرد و گفت که کلاً بی‌گناه و هیچ کس رو نکشته. اون ادعا می‌کرد که پلیس با قصد و غرض اسلحه سازمانی خودش رو توی خونه اون جاسازی کرده تا بتونن محکومش کنن. اما خب این توضیح چیزی نبود که بتونه هیئت منصفه رو متقاعد کنه. شاهدهای زیادی قتل‌های آنتلو رو دیده بودن و حتی فیلمی هم از اون موقع ارتکاب جرم گرفته شده بود.
خلاصه بعد از برگزاری چند جلسه دادگاه، مارسلو آنتلو، قاتل زنجیره‌ای که برای کلیسا نذر کرده بود آدم‌های بیگناه رو بکشه، به حبس ابد محکوم شد. البته در کشور آرژانتین حبس ابد محدودیت داره و حداکثر تا 30 سال میتونه باشه. آنتلو موقع شنیدن این حکم هیچ واکنش احساسی از خودش نشون نداد و به نظر میرسید از حکمی که براش صادر شده بود راضی بود. خب دوستان، ماجرای عجیب پرونده قتل‌های زنجیره این قاتل آرژانتینی رو هم با هم شنیدیم. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ آیا به نظر شما با توجه به اینکه آنتلو یک بار به جرم استفاده از سلاح گرم و اقدام به قتل دستگیر شد و بعد از اون هم بدون دلیل خاصی آزاد شد، سیستم قضایی کشور آرژانتین در قتل‌های بعدی که این قاتل انجام داد چقدر میتونه مقصر باشه؟ یا اگر آنتلو از دوران کودکی مراقبت بیشتری رو از سمت خانواده و جامعه برخوردار بود، آیا شرایط بهتری برای زندگی خودش و دیگران رقم نمی‌زد؟ حتما نظراتتون رو در رابطه با پرونده امروز برام در قسمت کامنت ها بنویسید عزیزان. مرسی که امروز هم وقت گذاشتید و تا انتها با من همراه بودید. مراقب خودتون خیلی خیلی باشید. تا یک پرونده جنایی دیگر، بدرود.